مجدد، مرسی از این دور همی، چه 10 نفر باشن چه 100 هزار یا بیشتر نفر باشه، مهم اینه که برنامه‌ریزی بشه در رابطه با مسائل متفرقه در مجازی که همدیگر رو پیدا بکنیم، تجربیات همدیگر رو صحبت بکنیم، در رابطه رد و بدل بکنیم افکار خودمون رو تا به نتایجی برسیم. دنیای امروز دنیای بسیار سختی از سخت شده، مسائلی که امروز داریم پیچیده تر شده. تاریخ 2022 که امروز داریم مشاهده میکنیم تاریخ های بسیار پررنگتری تاریخ جهان هست. شاید نسل های آینده در رابطه با این تاریخ امروز ما پشت سر داریم خیلی پررنگ روی این تاریخ نویسند، بشنوند و ببینند که ما در چه مراحل بسیار سختی قرار گرفتیم. ما در یک انقلاب بزرگ زندگی، انقلاب بزرگ اقتصادی و شرایط جدیدی قرار گرفتیم که اونها را در این زندگی میکنیم، در همون این هم در حال یادگیریش هستیم، خودمون از این نسل به نسل دیگه میرسونیم. من صحبتم با کرونا شروع میکنم و وضعیت فعلی اروپا، وضعیت اقتصادی اروپا. البته خیلی تیتروار و خیلی مختصر، طوری که در اول صحبتم گفتم، این بحث بسیار گسترده است که اگه با سوال میتونیم از متخصصین بیشتر استفاده بکنیم، از همیگه و صحبت های زیادی در آتش میتونیم انجام. بعد از رایت کرونا سعی میکنم یه کوتاه هم از تاریخ صنعت اروپا، اکسپورت و رشد سرمایه‌داری بگم و شرایط آینده هم که به چه صورتی پیش خواهد رفت رو یه بسیار کوتاهی کنیم. سعی میکنیم تاریخ اقتصاد و سرمایه‌داری رو به وضعیت فعلی و وضعیت آینده به صورتی وصلش بکنیم. این صحبتی که من چند دقیقه میخواهم مزاحمتون بشم. در رابطه با مسئله‌ای که مطرح شد و صحبت کردیم در این رابطه، از رابطه با برنامه کرونا، همونطور که میدونید وضعیت کرونا وضعیت بسیار سازتری از شرط امروز برای ما پیاد کرده. برنامه های اروپا، افرادی که الان در آلمان هستند یا در کشور اروپا هم افرادی در نشست امشب هستند، در برنامه های اروپا اون سوسیالی که الان هست، اون پشتیبانی که دولت ها به شرایطی در تونستن اون جمعیت رو در بخش خصوصی، در بخش شخصی، دانشجویان یا کسانی که اصلا اقامت در اروپا دارن کمک بکنن، در اینی که اون کارها حال حاضر اون صورتی باید باشه انجام نمیشه و خیلی از شرکت ها اعلام ورشکستگی کردن، خیلی از شرکت های بزرگ زنجیره‌ای بسته شده، در اینی داره اون دورهای متفاوت وارد شرایط میشه که مردم از زندگی و سوسیال زندگیشون اونقدر هم نخوره. اروپا تونسته تا حدودی بنا به شرایط این تورمی که در این برنامه اقتصادی هست تقریبا کنترل کنه، از طریق رسانه، از طریق بودجه و وامهایی که گرفته. وقتی که از اروپا صحبت میکنیم در شرایط امروز، از کشورهای صحبت میکنیم، کشورهایی که از لحاظ اقتصادی در اصل ورشکسته هستند، کشورهایی که به بانک بروکسل همشون اینها به قرض دارن، اینها از بانک های بروکسل سالها قرض گرفتن و سیستم اروپا بعد از جنگ جهانی، حالا بهش بررسی کنیم از صنعتی به چه صورتی هست، اینها در این رابطه پول های بسیار زیادی از بانک ها میگیرن تا در رابطه با اون پول هایی که میگیرن وارد سیستم سوسیالشون بکنن و بتونن از سیستم سوسیالشون یک برنامه‌ریزی و یک برنامه‌ریزی پلان و برنامه‌ریزی آینده داشته باشن از لحاظ صنعتی و در این رابطه بتونن سودی داشته باشن که از سود اون بتونن بهره و اون قرض خودشون رو در وهله اول به بانک‌های مثل بانک بروکسل، بانک‌های جهانی پرداخت بکنن. وقتی از کشور ایتالیا صحبت می‌کنیم، حالا یونان رو در اروپا می‌ذاریم به کنار که سال‌ها اعلام ورشکستگی کرده و در جزء برنامه اروپا هست، از ایتالیا یا اسپانیا وقتی صحبت می‌کنیم، به خصوص ایتالیا سال‌هاست اعلام ورشکستگی رسما کرده به این عنوان که وضعیت اقتصادی اروپا در صورتی هست که تونسته از طریق قرض‌های بسیاری به ایتالیا در شرایط فعلی یا گذشته قرض‌های زیادی بده. اما کرونا هم باعث شده که سیستم اکسپو در این دو سالی که حدوداً دو سالی که الان کرونا هست، یک سال خورده ای کردش، سیستم اکسپورت رو هم به هم ریخته. کارمندهای کارگرایی که باید می‌رفتن در محیط کارشون در رابطه با اون قرضی که بوده برای بودجه‌ای که اینجا وارد این جریان سوسیال می‌شد، اون کارگرها هم تو خونه نشستن.
یک شرایط بسیار خاصی از لحاظ عددی، از لحاظ قرضهایی هستش که از بانک‌های بین‌المللی اروپا در حال حاضر گرفته، ایتالیا یا کشورهای دیگه که تونستن از طریق این قرضها این سوسیال خودشون رو بچرخونن. این قسمتیه که ما الان باید در نظر بگیریم که اروپا را اگه بخوایم نظر بگیریم از لحاظ اقتصادی، یک سرازی بسیار بسیار شدیدی هست که کرونا توی این شرایط بسیار نقش بشه تو سرازی هم در این یک سال و نیم. قسمت بعدی که من عنوان میکنم، برمیگردم به این صحبت فعلی وضعیت اقتصادی فعلی اروپا، ما بعد از جنگ جهانی، شاید هم قبل از جنگ جهانی، برنامه‌ریزی صنعتی برنامه‌ریزی بودش که اون توانایی و قدرتی که میتونست کشورها روی برنامه‌ریزی خودش بذاره تو قسمت صنعتی گذاشته بود. اگه دقت بکنیم بعد از جنگ جهانی بسیار سرمایه‌گذاری در خودرو در اروپا یا کشورهای دیگه ای شد و برای رشد اقتصادی تو قسمت صنعتی خیلی فعالیت های زیادی کردن و رشد اقتصادی رو تو مراحل صنعتی باعث شد که کشورها اون جدول خودشون رو مشخص بکنن، کشورهای جهان اول، دوم و سوم، به نسبت اون اکسپورت که در مسائل صنعتی خودشون بکنن. وقتی سال 1947 1960 صحبت میکنیم، رشد اقتصادی برای سال این کشورها بعد از جنگ جهانی در سطح خیلی بالایی بود که تونست این برنامه اقتصادی و برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در یک سطح بسیار بالایی حرکت بکنه، به این معنی که عرضه و تقاضا در سطح خیلی بالاتری قرار گرفت برای جمعیت، برای ساختن زندگی، برای تکنولوژی. این سیستم عرضه و تقاضا یک سطحی قرار گرفت که در رابطه با برنامه تکنولوژی، در رشد تکنولوژی و برنامه‌ها، بشر همیشه در اون تقاضاهایی که داشت سعی کرد سرمایه‌داری استفاده بکنه برای رشد اقتصادی خودش. در جنگ جهانی ما اینجا مشاهده کردیم که مردمی که در اروپا یا کشورهای دیگه مشغول شدن برای بهتر زندگی کردن خودشون فعالیت کردن، برای بهتر آرامش پیدا کردن خودشون اول فعالیت کردن، یعنی ساعت کاری و زندگی خودشون رو برای ساختار آرامش آینده خودشون اومدن گذاشتن. که من هیچ وقت یادم نمیره زمانی که اینجا بودم در آلمان، همیشه این شعار بودش که بازنشستگی اطمینان بهش داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی اگه امروز من میرم سر کار، بازنشستگیم بهش اطمینان دارم. اگر یکی وارد کارخونه میشد، از اون موقع میدونست که زمانی که بازنشسته میخواد بشه آرامش زندگیشو داد. یعنی اطمینان زندگی سرمایه‌داری در رشدی که میخواست قرار بگیره در سطحی بودش که در این رابطه میتونستن این کار رو در این برنامه رو تضمین بدن که شما همیشه برنامه‌تون و زندگیتون هست. الان برنامه هنوز در حال ضبط شدن هست، درسته؟ من دارم صحبت میکنم، دارین صدا رو؟ صدا رو دارین؟ بله جناب وزیر، صداتون هست. من فکر کردم یه لحظه تصویرم. ما وقتی که در قسمت تکنولوژی یا برنامه رشد اقتصادی و تیک صحبت میکنیم، اینجا زمانی که رشد اقتصادی شد، جامعه بین المللی اومد یه فکر خیلی بزرگی کرد و اون این بودش که سرعت تکنولوژی در رابطه با اکونومی و جمعیت نمیتونه بخونه. یکی از مشکلاتی که اومدن شروع کردن و بررسی کردن اکونومی بود و جمعیت، به این نتیجه رسیده بودن که این جمعیت با حالت کلاسیک، اگه فیلم چارلی چاپلین عصر جدید شما خاطرتون باشه، این صبح برم تا بعد از اون کارم بکنم، شب بیام خونه و دوباره برم و این روش جمعیت باشه، این سرعت تکنولوژی نمیتونه با سرعت جمعیت بخونه. اینا در یک حالت زمانی نامشخصی قرار گرفتن، به این معنی که اومدن فکر کردن که اگه 2030 بشه، 2040 بشه، 2050 بشه، این وضعیت جمعیت با این رشدش، آیا ما میتونیم با این سیستمی که امروز داریم میگیم که بازنشستگی تو 100% هست، امروز داریم میگیم آیا این امکان پذیر هست؟ نه، دیدن نمیشه. اکونومی جوابگوی این جمعیت با این رشد و این کلاس تکنولوژی که سرمایه‌داری داره پیاده میکنه، در بانک قرض میگیره، حتی میاد از اون قرضش میاد اینجا سعی میکنه که یک برنامه اکسپورت و یک برنامه رشد اقتصادی درست بکنه و توی این سیستم بتونه قرضش رو برگردونه، بهره رو برگردونه و سیستم سیارشان تازه بپوشونه.
توی این کلاس بر مبنای اون برنامه‌ای که گذاشته بودم برای سال‌های آینده از لحاظ جدولی بخوام بگیم و لولی در آینده میتونست جوابگوی 2030 و 40 بشه، یعنی جمعیت دنیا نمیتونست برداشت سرمایه بکنه. حرکت ادامه پیدا کرد. ما 4 تا زیرساخت هر کشوری داشتیم. بانک ها بودش، بانک، مالیات، بیمه و گمرک. ارتباط بین المللی بود که تمام کشورها در یک ساختاری مشخصاً برنامه های گمرک خود قرار میدن، یعنی رشد اقتصادی در کنارش هم یک تبادل برنامه های گمرک و برنامه های ساختار اکسپورت میتونست اینجا حرفی برای گفتن داشته باشیم. همونطوری که نگاه میکنیم، کوتاه توی پرانتز بگم، وقتی که ترامپ اومد روی کار، اولین صحبتی که کرد گفت من سیستم شما رو قبول ندارم تو سیستم اکسپورت و تو سیستم گمرک. من برنامه هایی که چین الان برنامه‌ریزی میکنه یا اروپا از لحاظ قیمتی گمرک نمیتونم از لحاظ جدول آماری تایید بکنم. پس توی این برنامه مشکل پیدا کردم. همون مشکلی که 30 سال گذشته روش بررسی دانشمندا بود برای سیستم اکونومی و جمعیت جواب نمیده. تو کجا جواب نمیده؟ تو جدولی که در رابطه با گمرک و اکسپورت هست. قیمت‌ها و عرضه و تقاضا در یک شکلی متفاوت تر شده بود. از سال 2000 اگه دقت بکنیم، چین رشد بسیار زیادی کرد و برنامه‌ریزی بسیار دقیق‌تری کرد در رابطه با سیستم برنامه‌ریزی عرضه و تقاضا روی این پلیتیک که قیمت میتونه جوابگوی آینده من باشه. اگر جمعیت دنیا در سطح خیلی بالاتری بخواد قرار بگیره، پس اینجا من چیکار بکنم؟ من پلیتیکی داشته باشم که قیمت رو در بازار جهانی روی اون کار بکنم. اروپا و امریکا روی کیفیت کار میکردن، چین برنامه‌ریزی قیمت رو کرد. و از لحاظ پلیتیک بین‌المللی از سال 2005 به خصوص به بعد در سطح جهانی خودش وارد کشورهای اروپایی یا وارد کشورهای آسیایی یا آفریقایی شد و ورود خودش رو از بخش‌های متفاوت شرکت‌هایی که ثبت کرد و اکسپورتی که در رابطه با عرضه و تقاضا داشت سیستم قیمت‌ها پیاده کرد، برنده بازی قیمت‌ها شد. و دنیای کیفیت که ما الان دنبالش بودیم، همون سراغ هم برمیگردیم بعد از جنگ جهانی که بازنشستگی ما، آینده ما همیشه اطمینان داره، این رفت زیر سوال. آیا بازنشستگی ما اطمینانش مهمتره یا امروز ما به نسبت قیمت که داریم برنامه‌ریزی میکنیم؟ مشکلات بسیار زیادی همینطور پشت سر هم از لحاظ سیستم اقتصادی برنامه‌ریزی متفاوت اینجا انجام شد. وقتی که الان نگاه بکنیم میبینیم که مشکلات امروز ما دیروز بود، مشکلات اکونومی و جمعیت، مشکلاتی که امروز داریم آب، گرما و جمعیت هستش. این هم یک مثلثی که باید روش فکر بکنیم. و اما کجا هستیم ما؟ ما با تمام مشکلات سرمایه‌داری که به امروز رسید تا قبل از کرونا بهش برخوردیم، متفاوت بودن کیفیت و متفاوت بودن قیمت‌ها به نسبت سیستم بازار کار و به نسبت اون برنامه‌ای که در اون کشورها بودش، نتونست اون بازار عرضه و تقاضای خودش رو در سرمایه‌داری پیاده بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اروپا در شکل‌های متفاوت تنها راهی که پیاده کرد خودش رو در EU یعنی اروپا یکی کرد، اما در این EU خودش رو یکی کرد نتونست اون برنامه‌ریزی کالای خودش در سطح بین‌المللی اینجا بتونه اون کالاهای خودش رو در گمرک و برنامه‌های کالای اکسپورت در یه سطح بتونه پیاده بکنه. رسید به برنامه‌های، حالا من برجام رو در انتها میام یک کوتاه نظر کوتاهی میدم، نظرم در رابطه با صحبتی که امشب میکنم. میبینیم که همون بانک، مالیات، بیمه و گمرک یکی از اصولهای اصلی زیرپایه کشورها بود که اینها باید در یک ارتباطی به همدیگه نزدیک باشن. نمودار گمرک که فرض میکنیم تایلند نمیتونه خیلی نمودارش تفاوت بکنه با امریکا نسبت به اون خرید و فروشی که میخواد بکنه. بس واردات در هر کشوری به نسبت عرضه و تقاضا یک لیول هایی باید باشه. شما نمیتونید 90% صادر بکنید، ذخایر زیرزمینی رو 10% وارد بکنید. اینها در یک لیول درصدی مشخصی باید قرار بگیره به نسبت اون تقاضایی که اون کشور داره. و کشورها در رابطه با اکسپورتی که میکردن متفاوت شدن به نسبت کیفیت و به نسبت قیمت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سیستم ساختاری که مثلا یک جنسی رو بگیره، برای مثال خود آلمان، باید این هم تقاضایی داشته باشه برای خرید خودش، نمیتونه بعد در یک شرایط بسیار نامتوتی قرار گرفتن که نتونستن اون لول و اون حد مشخص خودشون رو در سیستم قیمت دست جهان پیاده بکنن. رسیدیم به برنامه کرونا. برای آینده دنیا، آینده‌ای که از لحاظ اقتصادی هست که میخوایم بررسی بکنیم، چه
شرایطی بگیره، قدرت کشوری، قدرت چه جامعه، جامعه جهانی که در یک فاکتور کلبه جهانی بود از اقتصادی به هم خورد، نتونست اون حالت این که بتونن در یک مسیر رو یک جدول قرار بگیرن. قدرت جهانی الان میاد میگه که پس من باید خودم به غیر از اون کوالیته، به غیر از اون کالا، به غیر از وسیله صنعتی که هستش، به غیر از قیمت، خودم رو اینجا قدرت داشته باشم. بر چه مبنایی میتونم قدرت داشته باشم؟ آینده اقتصاد دنیا روی سیستم کالا و اون کوالیته نیست، آینده توی سیستم هوشمند هست، توی سیستم هسته‌ای هست. آینده اقتصاد دنیا روی قسمت هسته‌ای و سایبری و هوشمند هستش. وقتی الان ببینیم که 40 50 60 70 سال بعد از جنگ جهانی ما فعالیت کردیم، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ کوالیته و قیمت اومدیم روی کار، مشکلات جمعیت و اکونومی ما در یک سطح دیگه قرار گرفت و نتونستیم به اون زاویه‌ای که می‌خواستیم برسیم، الان رسیدیم به منطقه‌ای که باید قدرت داشته باشیم برای اینکه جنس خودمون رو بتونیم به اکسپورت بکنیم، برای اینکه اقتصاد خودمون رو برای جمعیتمون بتونیم نگهداریم، باید قدرت سایبری داشته باشیم، هسته‌ای و هوشمند باشیم. بعد روی این مسئله اومدیم الان چیکار بکنیم؟ چه کشورهایی تو این سطح هستن؟ به نسبت اون کالا و صنعتی که الان صحبتش کردم، اون کسایی که توی اکسپورت رشد کردن تو قسمت هسته‌ای یا به عبارت هوشمند یا به عبارت سایبری هم رشد کردن، مثل چین، آمریکا، اینها توی این سطح هم اومدن. و کشورهایی که همیشه متقاضی بودن، اون کشورها تو قسمت هوشمند و قسمت سایبری اونقدر رشدی نتونستن بکنن. این مسئله رو پس ما مسئله رو داریم، یکی آب، گرما، جمعیت، یکی کوالیته و قیمت بود، یکی اکونومی و جمعیت بود، یکی هم قسمت آینده آینده دنیا که قسمت که قسمت هسته‌ای هست، سایبری و هوشمند هست. ما چجوری میتونیم حالا این بررسی رو از لحاظ جامعه شناسی بتونیم پیاده بکنیم که از لحاظ اقتصادی بتونیم چی بشه؟ ما در دنیای امروز، من نظرم شخصا این هستش که روانشناسی اقتصاد الان مهمتره تا بیایم بگیم که اون اقتصاد و کیفیتش رو بخوایم پیاده بکنیم. جامعه ای که ما الان باش برخورد میکنیم در کره زمین، در سطح زمین، جامعه بسیار بسیار حساسی شده، هیجانی شدن و کنترل این جمعیت 8 میلیارد بسیار سخت‌تر از دهه گذشته است. ما می‌بینید که در سال 2010 اومدم برنامه‌ریزی کردم برای اینکه ساعت کاری و زندگی در شرایط بسیار سختری قرار بدن. به چه معنی؟ به این معنی که شما در قدیم فرض میکنیم که سوسیالی بود که شما توی خونه میشستید در و از پولتون از دولت میگرفتید، به صورتی اومدن گفتن دیگه نمیشه، شما باید به سر یک محیط کاری حتی اگه بلد نیستید بهتون یاد میدید، یعنی یک کلاسی براتون میذاریم که شما یاد بگیرید که بریم تو محیط کاری. یعنی افراد از فیزیکی خواستن در سالهای گذشته حتی تو بازار کار بیارن، اما امروز میبینیم که فروشگاه‌های زنجیره‌ای، جاهای بزرگ، شرکت‌های بزرگ اینجا از لحاظ برنامه‌ریزی نمیتونن همه افراد رو سر کار بذارن و الان اینا باید توی خونه بشینن و الان با این سیستم ورشکستگی که در از اقتصادی هر کشوری داره باید به این افراد هم پول بدن. سیستم کرونا باعث شد که برای مثال در سطح اروپا همون استارت کرونا که شد به نسبت همون 9000 تا به هر شرکتی دادن، برای مثال به دانشجوهای مقداری پول دادن، به کسان شخصی هم اگه میشد کمک سوسیالشون رو کردن. بعد اومدن گفتن کسایی که مثال میزنم شرکتی هم دارن، به نسبت سالی که یک سال قبل از کرونا به نسبتی اگر ماهیانه سود داشتن، از اون سودشون اگر در این ماه سودشون کمتر بود بقیه اون پول رو بهش میدیم. اگر شما 5000 یورو سود کرده بودی در زمانی که کرونا شد 1000 تا شد، اون 4000 تا رو میتونستن به شما بدن. در این صد بودجه هم تازه خالی کردن، یعنی وقتی که کار نبود، اکسپورت نبود در کشور اروپایی، تازه اومدن از بانک‌های بین‌المللی، بانک بروکسل پول گرفتن که تازه بتونن این مقدار رو هم به بخش خصوصی کمک بکنن. پس در یک وضعیت بسیار خاصی هستن کشورها، در یک موقعیت بسیار خاصی هستن از لحاظ ورشکستگی، از لحاظ مالی و برنامه‌ریزی، به دنبال اینی هستن که قدرت و توانایی خودشون در هوشمندی و در برنامه‌های اقتصادی در سطح دنیا طوری توجیه بکنن خودشون رو که بتونن توی این مسیر در برنامه‌های آینده موفق تر بشن و بازار دنیا رو بخرن. بازار دنیا یکی از بازارهای بسیار مهمش خاورمیانه است. خاورمیانه که یکی از نظر من یکی از بهترین بازارهای خاورمیانه ایران هست. بازارهای بین‌المللی اگه بخوایم در نظر بگیریم،
ورود کردن به بازار خود کشوری که اکسپورت میکنه مثل چین، ورود کردن به بازار سخت است، اما بدون ورود هم نمیشه اون بازار رو گرفت. ما یک شرایط بسیار خاصی هستیم امروز 2021 که شروع میکنیم 2022 همگی با هم، در یک شرایط بسیار خاصی 2040 2050 هستیم. به این سالها که باید در نظر بگیریم برای نسل‌های آینده، ببینیم که موقعیت اقتصادی دنیا در رابطه با جمعیت، در رابطه با گرما، در رابطه با برنامه‌ریزی هوشمند و سایبری و هسته‌ای به چه صورتهایی میتونه باشه. شرایط بسیار متفاوتی هست به نظر من. این روی این شرایط متفاوت ما میتونیم بررسی‌های خیلی خوبی داشته باشیم به نسبت تاریخی که از لحاظ صنعت داریم، زیر ساخت صنعتی دنیا در چه کشورهایی هست، از لحاظ کیفیت کشورهای اروپایی هستن، از لحاظ قیمت کشورهای آسیای شرقی هستن به نسبت اون کارهایی که هستش. اما باید ببینیم که در دنیای امروز چه ساختاری برای سال 2030 2040 برای زندگی من و شما در چه مراحلی میتونیم زندگی بکنیم. اگر بتونیم روی این مرحله به بحث گفتگو بشیم که در سال آینده خواسته من از زندگی برای اون چارچوب 24 ساعتی که در خانواده و زندگی جامعه خودم هستم چه چیزهایی هستش، بسیار بحث بسیار عالی هست به نظر من، چرا که در آینده میتونیم بررسی بکنیم که خواسته های آیندهی که ما داریم و خواهیم داشت هیچ وقت خواسته هایی نیستش که در چند سال گذشته به اون فکری که اطمینان بازنشستگی و یا اطمینان خاطر برای زندگی خودم داشته باشم. دید ما بعد از کرونا، داخل کرونا که هستیم، دید ما به نسبت جامعه بسیار تغییر کرده. جامعه ای که الان از دوستانی که ما میخوایم انتخاب کنیم در کجا هستن؟ در مجازی هستن. ما خیلی چیزها در سیستم اقتصادی امروز از مجازی باید یاد بگیریم و باید در یک همچین مرحله‌ای به نسبت خیلی با سرعت‌تر به نسبت قدیم باید یادگیری خودمون رو بیشتر بکنیم. یادگیری چی؟ یادگیری مجازی خودمون رو در رابطه با مسائل زندگی خودمون، در رابطه با مسائل اقتصادی. من و شما تا 5 سال گذشته یک چیزی بود که در یه همچین کلاسی می‌خواستیم برخورد بکنیم، یه حالت فانتزی بود شاید. 10 سال گذشته به خصوص بیشتر این فانتزی الان شده یک جریان واقعی. ما در یک واقعیت زندگی در مجازی در یک سری حرکت‌های اقتصادی قرار گرفتیم. شما در مجازی میرید در اینستا میای پولسازی میکنید. در 15 20 سال گذشته در یک همچین حالتی نبود. حالت‌های فیزیکی و حالت‌های کنتاکت‌های ما بسیار کمتر شده. در آینده‌ای که می‌خوایم زندگی کنیم، سیستم اقتصادی ما، سیستم احساسی ما هم تغییر خواهد داشت. و همینجا که میبینیم خیلی تغییر کرده، ارتباط ما با جامعه و خانواده بسیار تفاوت کرده و رابطه ما در رابطه با خرید و فروش بسیار تفاوت کرده. و ناسمارت در اروپا، در آلمان به خصوص الان داره تعطیل میکنن بکنن. چرا؟ بخاطر برنامه کرونا. شما رابطتون در رابطه خرید اینجا بسیار تغییر کرده. پس اونهایی ما موفق هستن که تو سیستم مجازی بتونن فعالیت بسیار خوبی داشته باشن، آینده فروش و آینده اقتصاد دنیا در سیستم آنلاین هست، در برنامه‌ریزی آنلاین هست، در کلاس آنلاین هست، در پولسازی آنلاین هستش. ما خودمون شخصا چه کاری باید بکنیم که در آنلاین بتونیم موفق باشیم و جامعه اقتصادی، کشورهایی که از لحاظ اقتصادی میخوان رشد بکنن، اول در سیستم آنلاین رشد کنن، سیستم هسته‌ای و سایبری هم در یه همچین سطحی میتونن خودشون پرزنت بکنن، قدرت آنهایی خودشون نشون بدن. مثل قدیم بود که میگفتن وقتی یه ارتشی هستش، یه ارتش بخوای اگر یه کشوری بخوای ازش رسپکت داشته باشی، رژش رو رسپکت کنی. هیچ کس نمیدونه چقدر توپ و تانک یه کشوری داره. این کشور به نسبتی اگر ارتش خوبی رژه بره، شما رسپکت بیشتر داشته باشید. هم در همون صورت هست. اگه بخوایم رسپکت اقتصادی داشته باشیم به یک کشوری، هر سیستم سایبری هستی هوشمند، ما میتونیم بگیم اگه یک کشوری بالاتر هست که الان ایران روش خیلی داره فعالیت میکنه، الان چی هستش میتونه رسپکت داشته باشه و در مجازی یعنی اینترنت و آنلاین هم باید خیلی با قدرت و با سیستم بتونه خودشو پرزنت بکنه و کالای خودشو با یک برنامه‌ریزی قشنگ بتونه بفروشه. امروز کالای آلمان، کالای ایتالیا، کالای بلژیک بیشتر در مجازی فروش داره میشه تا اینکه از لحاظ مثلا از لحاظ کلاسیک یا از لحاظ همون حالت فیزیکی و قراردادهای بین‌المللی.
شما یک قراردادی میخوای ببندی، الان در مجازی پیدا میکنی. من خودم شخصا در این ماهای گذشته بسیار دوستانی رو پیدا کردم مثل شما که در مجازی تونستم باشون قرارداد و کنتراکت و ارتباط برقرار کنم، تا اینکه اگر میخواستم در 10 سال گذشته این اتفاق برام بیفته شاید چندین نفر رو باید پیدا میکردم که شاید یکی از شما رو میتونستم پیدا کنم. پس ارتباطات و این مجازی یکی از موهبت‌هایی هستش که این کرونا هم به ما اینجا هدیه کرده. حالا همه چیزهای منفی شو اگه بگیریم توی جریان جدیدی هست. درست من سعی میکنم که کوتاه بکنم سخن رو، توی این جمله بیان که جمله دارد. اگر بتونیم خودمون رو در یک رابطه در مجازی بتونیم خودمون رو تطبیق بدیم و رشد پیدا بکنیم در این برنامه هایی که امروز با سر کار داریم، به نظر من موفق هستیم. اگر تو مجازی نتونیم حرکتی بکنیم، از نظر من مشکلات اقتصادی بیشتری خواهیم داشت، از لحاظ فردی، از لحاظ خانواده، اجتماع، شهر، استان و کشور. کشوری که در مجازی بتونه پرشت بکنه، خودشو پرزنت بکنه، برنده بازی هستش. ارتباطات بسیار سنگین‌تری به نسبت گذشته است. برنامه‌های گمرک تغییر خواهد کرد، برنامه‌های پولی تغییر خواهد کرد. الان اگه ببینید روش‌های پولی تغییر کرده، به خاطر اینکه در 2030-2040 به این سیستم اقتصادی و این سیستم مالیاتی اونقدر جوابگو نیست، حتی بین‌المللی بخواد انجام بده. یا باید سیستم مالیاتی به طور تقریبی در یک لول تقریبا نزدیکی قرار بگیره، یا باید این برنامه در تغییرات بسیار گسترده تری بیاد توی مجازی و بتونن تو مجازی خودشون پرزنت برنامه های کشوری خودشون باشه. برنامه ها بسیار هستش. من توضیحات خیلی زیادی در رابطه با صادرات دارم که میتونیم در موردش خیلی صحبت کنیم، به خصوص صادراتی که در اونها میتونه روش بره، به خصوص صادراتی که از کشور خودمون هست برای مثال، یا شرایط متفاوت، یا ارتباط پیدا کردن و کسانی که تو سیستم کارآفرینی میتونن که انجام بدن در شرایط امروز که فلسفه اقتصاد و فلسفه نسخی تغییرات بسیار زیادی کرده، چه روش هایی باید انتخاب کنیم که توی این روش ها تو برنامه اقتصادی بتونیم موفق باشیم، چه فردی، چه شهری و چه کشوری، چه ارتباطاتی باید باشه در جامعه مجازی و جامعه‌ای که در جامعه بین‌المللی و اقتصادی هستش، رابطه ها رو باید مشخص بکنیم. اینها رو صحبت زیاده، اما کوتاه میکنم سخن رو، گوش میکنم اگر مطلبی هست. دوستان اگر سوالی دارن در خدمتتون هستم. خیلی سپاسگزارم، خیلی بحث واقعا جذابی بود و شما بسیار عالی بیان کردین جناب آقای بوذری. این مباحثی که حالا مونده و شما به خاطر ضیق وقت نتونستین صحبت کنین، حتما از شما دعوت میشه که در یک سمیناری در پرشین ایوارد تشریف بیارین و در اون سمینار ما تبلیغاتی میکنیم که افراد بتونن حضور داشته باشن و بعد هم پخش کنیم و سوالاتی که میاد به دنبال اون حتما از شما میخوایم پاسخ بدیم، چون که در این زمان کوتاه این مطالب بسیار خوب جذاب نمی گنجد. من از ضمن تشکر از شما از حضار عزیز این برنامه خواهش میکنم اگر سوالی در زمینه سخنرانی جناب آقای بوذری دارن لطفا دوربینشون رو باز کنن و صداشون رو باز کنن و سوالشون رو بپرسن. دوستان عزیز اگر سوالی دارین بفرمایین که جناب آقای بوذری به شما جواب بدن. در این حال میهمانان جدیدی که وارد شدن خواهش میکنم صبوری بفرمایین، سوالها که پاسخ داده شد اگر هم شما دوست دارین سوال کنین بعدا شما معرفی میشین در پرشین ایوارکس در این برنامه. چند تا از دوستان جدید پیوستن. سوالی هستش دوستان؟ خانم من خودم یه سوال بپرسم فعلا تا بقیه دوستان سوالاشون برحال تو ذهنشون بیاد. چرا آقای بوذری شما در مورد اروپا صحبت کردین که به خاطر کرونا مقدار زیادی از پولی که ذخیره شده بود به کسانی که خب بیکار شدن و به خاطر کرونا نمیتونستن کار بکنن داده شد. البته در ادامه صحبت هاتون در مورد اقتصاد جهانی و اروپا هم صحبت کردیم. یه جواب در واقع واضح تر میخوام که ببینم آیا اروپا، اتحادیه اروپا به خصوص به راحتی میتونه این از یعنی این چیزی که از دست داد، این بودجه که از دست داد رو جبران بکنه و چقدر ممکنه زمان ببره و چه ممکنه مثلا عواقبی این جریان در آینده برای اروپا داشته باشه، به خصوص اتحادیه اروپا.
ما تا سالهای گذشته در آلمان یه چیزی بهش میگفتن شواتس نول، دوستان حتما میدونن چی هست شواتس نول، یه چیزی هستش بهش میگن صفر سیاه، به معنی اینی که در آلمان میگفتن تنها کشوری بودش که از بانک بروکسل قرض نگرفته بود. یه مدتی بود که حاضر بود بهره بده به بانک بروکسل، برای اینکه در مجموعه اروپا کشورها همه از هم دیگه که قرض میدن یه صندوق بنویسن که همه به خاطر این اروپا که به هم بس هستن، این 28 کشور، اینا همه باید در این بهره اینجا شریک باشن. آلمان میگفت من بهره میدم اضافه، ولی نمیخوام قرض بدم. رشد اقتصادیش از لحاظ اکسپورت بسیار عالی بود، توانایی هم داشت. الان البته در کرونا هم رشد داشته، به نسبت کشورهای دیگه بهتر بوده، اما کرونا که این برنامه پیاده شد از بانک بروکسلش قرض کرد، به خاطر اینکه خیلی از فروشگاه زنجیری بزرگ تعطیل کرد. حالا آلمان یکی از قدرت‌ها و قلب اروپا هستش، این رو بذاریم به کنار و اون آلمانیسمش رو بگیم، اقتصادش رو در اروپا آلمان هستش که الان داره برنامه‌ریزی میکنه و این قلب اقتصاد این برنامه هستش. اصلا برنامه اوران در نظر بگیرید، سال 2000 از برنامه‌ریزی های آلمان بودش که این برنامه اورو و برنامه یورو که اومدش و اون پلتفرمش هم سال 89 بودش، برشنوف بود با هلموت کول که این برنامه‌ریزی رو کردن و گفتن که ما باید یک اروپایی داشته باشیم که اروپای شرقی و غربی، اگه خاطرتون باشه چقدر اختلاف بود. در شرایط امروز من شخصا با اعدادی که دارم باش نگاه میکنم رد دادن میشه، در شرایط امروز کشورهای مثل ایتالیا که الان گفتم به هیچ عنوان در سال آینده نمیتونن قرضهای خودشون بدن، یعنی یه فانتزی هست. اما برای اینکه روی پای خودشون بایستن، باید اینها یک برنامه جدیدتری از جدید بذارن در رابطه با برنامه اروپا، به این معنی که یک صندوق باز هم با همدیگه هماهنگی‌های بیشتری داشته باشن، به نسبت بهره بیشتری برای مثلا یک کشوری بده، اما بتونن یک پولی بیشتر بگیرن. اگه خاطرتون باشه یونان، من نمیدونم خاطرتون بودش در سالهای گذشته که گفتش من پولا رو نمیگم، نمیخوام که انقلاب شد، اومدن رژیم جدیدی اومد، اقتصاد جدید اومد و اروپا اومد در نشست‌های پشت پرده اتاق‌های بسته، گفتن نمیشه، اینجوری نیستش که شما بگید من حالا اصلا اروپا هستم نیستم، قرض کردی باید قرضتو بدی. من الان خودش در برنامه‌های آلمان که شما ببینید، شاید یونان شاید 100 سال آینده بخواد این قرض رو بده. الان شرایط کرونا، اقتصاد یونان هم از گردشگریه، اقتصاد اینداستری نیستش که بخواد، صنعتی نیست، گردشگری هم به هم. پس پشتیبانی بانک بروکسل هست، قرض در قرض در قرض در قرض، اما جوابگوی این که یک روزی دوباره به صفر خواهد رسید، نه. اینا برای اینکه خودشون رو وارد دنیا بتونن بکنن و اون کالاشون رو بتونن اکسپورت بکنن، باید همش در حال قرض کردن باشن و بهره‌های خودشون رو برگردن. در صورتی مالیات هم به این صورت مالیات هم به این صورت برگردن. برنامه بسیار کمپلکسی هست، به خاطر اینکه مردم رو هم شما بتونید توی این سیستم نگه دارید، تورم رو بتونید نگه دارید، بهره رو بتونید پس بدید. خب این یک کلاس بسیار قوی اقتصادی میاد، ولی نه فقط از دولت، این بخشیه که میشه خیلی صحبت کرد، یعنی افرادی که در اینجا زندگی میکنن در اروپا، اینها هم نقش بسیار زیادی فرد و فرد دارن. این که طرف رسپکت داره برای پرداخت کردن، این که رسپکت داره برای 15 یورویی که برای مثال تو پارکینگش الان اگه پارک اشتباه کرده بتونه بخواد با کمال میل پولشو بده، خیلی فرق میکنه از این که بخواد فرار اون 15 یورو رو بکنه. این کلاس فرهنگی رو اینجا پیاده کردن که بتونن اون بحثی که به اون سنگینی هست از فرد بتونن با اون رسپکت بگیرن. تورم رو نگه میداره، از لحاظ اقتصادی روانشناسی حرکتی انجام میده که مردم هم توی این سیستم سهیم میشن، توی سیستمی که باید توی اقتصاد سهیم بشن. یعنی من به شما بگم که اگر یک کارمندی، این جمله رو داشته باشین از من، اگر یک کارمندی در آلمان برای مثال، حالا جای متفاوت هست اما فیلسوفیش این میشه، یک کارمندی در آلمان وقتی که میره سر کار احساس میکنه که اونجا مال خودش هست، یعنی چی؟ یعنی من کارمند نیستم که بیام فقط حقوقم بگیرم ساعت 4 بعد از ظهر برم. این فیلسوفی رو داره که اگه من از اینجا اگه کارم خوب نباشه در بازار رقابتی شکست میکنم و کارم از دست میدم. این سیستم تونسته که اون بهرهی که الان اقتصاد بودجهی که در هر کشور هست تونسته تا حدود جواب بده. حالا آلمان تونسته
به نسبت بهتر، ایتالیا کمتر به نسبت جمعیت یا اون روانشناسی فکری کسی که پیاده کرده. این بحث بسیار خوبی هست، بحث گسترده‌ای هست، من خودم خیلی برام جالب هست. اگه سوالای بیشتری داشتید در خدمتتون هستم. اجازه بدین بقیه دوستان اگر سوالی دارن بپرسن. دوستان عزیز سوالی دارین؟ دکتر من یه سوال بپرسم از خدمتشون. بفرمایید، خواهش میکنم. جناب روزعلی، چه این برهه زمان حساس روی چه نکاتی باید به طور کلی تمرکز کنیم تا بتونیم توی سالهای آینده روی روش جدیدی که دنیای امروز داره به ما میده کار کنیم؟ ببینید، یک مسئله تقاضا هستش که دنیا، اون سوال شماست، چه تقاضاهایی شما میتونید بهتر روش کار کنید. یکی مسئله تخصص شما هستش. من پیشنهادم اینه که قسمت اول بریم توی برنامه تخصص شما. شما در یه کاری که مهارت دارید استراتژیشو بزنید، موفق‌تر هستید اگر تقاضای شما هم کمتر باشه. در کاری که تخصص ندارید اگر تقاضام زیاد باشه، بازار رقابت طوری هستش که شما موفق نمیشید. بسیار عالی. مرجان شما عزیزم جوابتون رو گرفتین؟ خانم روفی امکانش هست من با ایشون گفتگو کنم؟ حتما، سوالی داشتم. خواهش میکنم اگر هم امکان داره تصویرشون رو باز کنین. حتما. عرض ادب و احترام دارم خدمت استاد عزیزم جناب آقای بوذری. بسیار از گفتگو و معاشرت با شما آگاهی پیدا کردم. ما در رابطه با ورود کرونا، خب ما بومگردی و گردشگری رو روش فعالیت داشتیم و ابتدا به ساکن دوچار یک بحران توقف این کار شد و اومدیم به صورت این رویمون رو تغییر دادیم، گفتیم که کسانی که میخوان بیان به استان گیلان میتونن مثلا با ناوگان عمومی حرکت کنن بیان، ما اینجا به صورت روزانه بهشون سرویس میدیم با اتومبیل و به قول معروف وسایلی که احتیاج هست برای همونم. و این اتفاق برای ما افتاد و تونستیم موفق بشیم. بعد حالا اصل گفتگو ما اینجا هستش که من اگر در بنبست اقتصادی گیر بکنم یا یه راهی رو پیدا میکنم یا یه راهی رو میسازم، به این صورت نیستش که متوقف بشم، چون حرکتم رو به جلوه و نهایت اتفاقی که برام میفته منی که رو به جلو حرکت میکنم توقفه. ولی اگه متوقف بشم و حرکتی نداشته باشم، بعد ریسک رو به عقب رو بپذیرم. حالا این گفتگوها از اون نوع نگرش مشتبه بود. حالا سوالم اینجاست، ما راه رو میسازیم، راه رو درست میکنیم، ولی عواملی حالا یا بومی یا غیر بومی یا دولتی یا غیر دولتی اجازه این که ما فعالیتمونو به اون صورتی که دوست داریم ادامه بدیم نمیدن. یه واژه‌ای رو انتخاب میکنن به نام قانون، میگن آقا قانون اینجوری میگه، چون یه چیز متوقف کننده، یه کلمه متوقف کننده است به اسم قانون که اجازه نمیده و دسترسی ما رو کوتاه میکنه رسیدنه به اینی که ما اون موفقیت رو با دیدگاه خودمون لمس کنیم. حالا خواستم تجربه شما استفاده کنم که زمانی که ما کار رو به جلو میبریم و سوال اصلیم اینجاست، زمانی که ما کار رو به جلو میبریم و داریم موفقیت رو از نزدیک لمس میکنیم، اون بوروکراسی های اداری که تو ایران هست و اون دیکتاتوری حکمایی که دارن، ما چطور میتونیم اینو مرتفع کنیم، یعنی از این مانع رد بشیم؟ سپاسگزارم از پاسختون. ببینید، وقتی که صحبت از بیزنس پلان میکنید، بیزنس پلان شما فقط اون رنتابیلیتی یعنی اعداد شما نیستش. بیزنس پلان شما اون فیلسوفی شما هست. یکی از فیلسوفیایی که داری اینه که ببینید قوانین چی هستش و بر مبنای اون قوانینی که هستش اون بیزنس پلان خودتون درست بکنید. شما اول اومدید رشد اقتصادی برای خودتون درست کردید، بیزنس پلان درست کردید و کارا رو انجام دادید و یه مشکلاتی بعدش برخوردید به نام قانون. قبل از اینکه بخواد به مرحله برسه، شرایط قانونی رو ببینید، از روی اون شرایط بهترین ها رو باید بسازید. یعنی چی؟ یعنی اگه من امروز مشکل داشته باشم در رابطه با برنامه قانونی خودم، هیچ وقت نمیتونم بیام برنامه‌ریزی بکنم و بعد بگم که این قانون. شما 100% مراحل قانونی رو میدونستید و
ولی خب گفتید برای کیفیت کار در یه سطحی قرار بگیرید که خب از دیگران بر رقابت بتونید از رقابتی جلوتر بیاید. نظر شخصی من اینه قبل از اینکه شما توی بازار رقابتی قرار بگیرید، قبل از اینکه اون برنامه‌های کارهای خودتون رو تو بیزنس پلن پیاده بکنید، شرایط رو ببینید و بسنجید. ببینید یه مثال میزنم، اتاق بازرگانی که در مثلا فرض میکنیم استان من هستش، قبل از اینکه من بخوام یه شخصی یا شرکت رو ثبت کنم، اقامت بگیرم و و و بیزنس پلن اگه بخواد اینجا سوال بکنم ازش، ممکنه بگه به استان من اینجا الان زیاد من براش برام جالب نیست. چرا؟ چون برای این شرکت مثلا من 50 تا دین این شرکت هست، اما در جنوب آلمان ممکنه این شرکت نباشه و ممکنه اونجا توی بیزنس پلن موفقی بشه. شما قبل از اینکه بخواید استارت بزنید، هم شرایط رو باید ببینید، هم قوانین رو باید ببینید و بر قوانین پوزش میخوام میونه گفته گفتگوتون میام جناب بوزری. قبل از کرونا قوانین و این پروتکل ها و این اصلاحات جدید وجود نداشته. ما این موانعمون مندرآوردیه و میدونین، یعنی هیچ جا نوشته نمیشه. خب ببینید اگه بخوایم بحث فنی بکنیم، اون مواردی که الان در کرونا اومده و شرایطی که ایجاب کرده، خب ما نمیتونیم الان یه هر کدومش رو بخوایم بررسی بکنیم و سوال جواب بکنیم. نظر من خب اونها شاید دلایلی داشتن، شما هم دلایلی دارید، اینجا نمیتونیم به اون نتیجه که هدفدار باشه بهش برسیم از آن صحبت. اما در مجموع الان شما باید خودتون رو انسان موفقی حس بکنید که در بدترین شرایط بهترین رو بسازید. ببینید اگه شرایط همیشه خوب باشه، خب همه میتونن انجام بدن. چه فرقی هست بین شما و من؟ شما خودت رو میتونی بهتر پرزنت بکنی وقتی بتونی روی اون قوانینی که امکان نداره امکانها رو بسازی. من نمیتونم برای مثال. این میشه اون بیزنس پلان شما که بتونی موفق بشی. تو سیستم موفقیت و برنامه‌ریزی باید خیلی با دقت و با تجربه کار کرد. شرایط امروز اینجوریه، باشه با همون شرایطی که الان نیست من چه شرایطیتونم بسازم؟ چرا؟ یه دلیل میارم، برای اینکه شرایطی که برای شما نیست برای منم نیست. شما چطور میتونی برنامه‌ریزی بکنی برای اون گردشگر که شرایطی که برای من نیست شما میتونی اونا رو پیاده بکنی؟ تو ماشین بیشتر بگیری، مثال میارم، موفق تر هستی توی اون بیزنس پلن. توی این برنامه هر برنامه‌ریزی جواب خودش رو داره. اونجوری نمیتونی بشن فردیه. برنامه شما فردیه، ممکنه در یه قسمت آیتی مثلا برنامهش فرق بکنه. حالا اگه خواستیم یه شبی بود گفتگویی بود در رابطه با بحث گردشگری منطقه شما، خب همه اطلاعاتی که داریم با همدیگه گفت و گفت بزنیم و ببینیم که چطور میشه در اون منطقه بهتر اون برنامه‌ریزی رو کرد یا تو بازار رقابتی قرار گرفت. با همین شرایطی که هست موفق کسی که در شرایط فعلی که الان هست برنامه‌ریزی مرتبی بکنه که بازار رقابتی رو بگیره. سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیارم گذاشتین جناب استاد. ممنون و متشکرم. مرسی از شما. سپاسگزارم از آقای زنگنه و جناب آقای بوزری. دوستان دیگری هستن که بخوان صحبت کنن و سوالی داشته باشن؟ خب اجازه بدیم من خودم سوالم مطرح کنم آقای بوزری اگر امکان داره. من برام جالبه شما بحثی که الان فرمودین در زمینه مالیات ها و اینکه دولت آلمان، مردم آلمان خودشون رو مسئول میدونن که مالیات بدن و به خاطر اینکه خب نسبت به کشورشون و رشد کشورشون حساسن. در سالهای اخیر میدونیم که پول غیر متمرکز یا کریپتوکارنسی، حالا بهش میگن ارزهای دیجیتال، خیلی رشد کرده و وسیع شده و در دوران کرونا به خاطر اینکه خیلی کارشون از دست دادن با یعنی شدت بیشتری در واقع به این سیستم رو آوردن. میخوام ببینم که چقدر در آلمان اول این مسئله تاثیرگذار بوده و مردم استقبال کردن و چه ضررهایی میتونه برای اقتصاد این کشور داشته باشه، چون میدونین که فعلا مالیاتی کسایی که دارن استفاده میکنن مالیات زیادی نمیدن، یه مالیات یا یه کمیسیون هایی هستش که پرداخت میکنن ولی نه به اون شکل. حالا این من خواستم در واقع ایمپکت این رو بر آلمان و کلن به طور کلی از شما بپرسم. ببینید اتفاقا بحث امشب هم روی مسئله هستش. ببینید
ما صحبت از اقتصادی کردیم که در زمان بعد از جنگ جهانی بود، گفتیم که خودرو، صنعت، اندستری در یه مسیر دیگه قرار گرفت. اون موقع زغال سنگ برای چون سوخت بود، اون موقع زغال سنگ بود در شرایط بسیار مناسب قرار گرفت برای رشد اقتصادی و بعدی در برنامه اقلیمی یا آب و هوا یا کلن برنامه های خوبی نیست، زغال سنگ رو کمپلت بستن و رفتن توی قسمت یک قدم جلوتر صنعتی شدن. اما الان اگر شما صحبت از زغال سنگ بکنید و برنامه‌ریزی زغال سنگ، حتی اگر کار نکرده باشید، پلتفرم‌های خیلی زیادی هست برای کارخانجاتی که شما بخواید زغال سنگ الان دوباره راه بندازید، چون برنامه‌ریزی شده، ریل‌ها مشخص هست، بازار خرید و فروشش هم هست اگر همون نسبت تاریخ بخواید بگید. اما امروز وقتی که از پول‌های دیجیتال یا شرایط متفاوت می‌خوایم صحبت کنیم که وارد یک اقتصاد جدید می‌خوایم بشیم، همونطوری که صحبت بود کرونا ما رو وارد یک انقلاب جدید میخواد بکنه، اطلاعاتی در رابطه نیست، اطلاعاتی در رابطه با اندستری نیست و کسی که بدون اطلاعات وارد این وضعیت بشه به نظر من شکست میخوره، میخواد فرد باشه، میخواد اینجا خود کشور باشه، این یه تجربه خیلی خاص خودش رو میخواد و زمان خودش رو میخواد. به نظر من اشتباه هستش که به خاطر اینکه الان من پولی ندارم، دقیقاً مثل این اتومات هستش که میریم پول میندازیم مثلا ببینیم امروز برنده میشیم یا نه، چون تجربه پشتش نیست، یه حالت ریسک بسیار بزرگی هستش و دنیای امروز داره یک جریان جدید پولی قرار میگیره، راه دیگه ای نداره و همون نسبت قرض هایی که من براتون مثال زدم و توی این جریان جدید احتیاج به رفت آمد پولی رفت آمد دیجیتالی بسیار بالا و سنگینی هست که اینها باید انکانت بشه، یعنی تایید بشه در گمرک‌های بین‌المللی، در بازار بین‌المللی، بعد افراد کم وارد این جریان بشن. قبل از اینکه وارد سیستم کلاسیک بین‌المللی نشه، نظر من اشتباه ما وارد این جریان بشیم و خیلی هم وارد شدن. شما ممکنه سودی بکنید، اما سود شما امروز جوابگوی ممکنه فردا ضررتون بیشتر بشه، جوابگوی زندگی شما نخواهد بود. و توی این بازی به نظر من اگر کسی تجربه نداره اصلا شرکت نکنه. حتی بورس هم من بگم، خیلی ها رفتن در قسمت بورس، خیلی ها رفتن پول دیجیتالی شرکت کردن، کارایی کردن و ناموفق بودن. در مجازی هم آدم میشنوه که چقدر جمعیت ها بودن که در یک برنامه بسیار بزرگی زندگیشون از دست داد. باید صبر کرد، باید دید که ببینیم که بازار جهانی از لحاظ قانونی در چه مسیری قرار میگیره و ما هم توی اون مسیر قرار. دقیقا. من سوال دیگه اینه که ببینیم ما تو ایران بر حسب آماری که میدن حدوداً 12 میلیون ایرانی در این بازار وارد شدن، آیا در آلمان هم چنین در واقع شدتی داشته یا اینکه آلمان مردم خیلی هنوز وارد نشدن به این بازار؟ من الان آماری ندارم، نمیخوام آمار اشتباهی بدم، اما اون فلسفه سیستم آلمانی در رابطه با برنامه اقتصادی شخصی بسیار بسیار متفاوت تر از ایران هست و روی این سیستم مثل ایران اونقدر ریسک نیست. در ایران سیستم هندل هست، از اینجا بخرم به اینجا بفروشم. در آلمان سیستم هندل نیست، سیستم کوالیتت هست، من یه چیزی درست بکنم با در این کوالیتت بفروشم. این دوتا فلسفه جداست، دوتا کفش جداست و اینها رو نمیتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم. در سیستم ایران در یک جریانی هست که الان تولید ملی و تولید داخلی سالها درمانش صحبت شده، تو تولید ملی و تولید داخلی حرکت هم میکنیم. الان کارخانجات خیلی زیادی هست در ایران، کوچیک و بزرگ. اگه دقت کنید هر جا که تو مسافرت هستید میبینید کارخانجات کوچیکی هست، اما رو کوالیتی روی اون کیفیت اونقدر کار نمیشه. این الان مشکله به خاطر این سیستم هندل داری. برای همین من از من آلمان در اون سطحی که توی ایران از لحاظ فکری هست که تو مجازی دیجیتالی وارد بشن اونطوری نیستش، نه در اونا اونطوری فعالیت نداره. خیلی ممنون، مرسی از توضیحاتتون. من کوتاه فقط جمله آخر رو میگم با جمع‌بندی، به این معنی که در رابطه با مسئله که شما مطرح کردید، همیشه من این رو در مجازی میگم، دنیای امروز دنیای مجازی هست، ارتباطات ارتباط مجازی هست. من به شما به صراحت میتونم بگم، میتونم امضا کنم که شما در مجازی میتونید موفق باشید که در قسمت دیگه غیر مجازی نمیتونید موفق باشید.
وضعیت کرونا ای که هست که شما ارتباط حتی با ماشین نمیتونید رفت آمد درست داشته باشید، تنها راه ارتباطات الان مجازی هست و عناوین مختلف در این و آن گروه به این کلاب هاوس، به این اینستاس، به این واتس اپ هست، به پلیتیک های متفاوت شما خودتون رو باید جذب سیستم جدید دنیای امروز بکنید، چون دنیای امروز در یک تغییر بسیار بزرگی هست و ایران یکی از کشورهایی هستش که به نظر من حالا اگر روزی بود برنامه بود من با کمال میل این مسئله رو باز میکنم براتون، یکی از کشورهای قدرت دنیا هستش به خاطر جمعیت زیادی که داره خارج از کشور، و این جمعیت خارج از کشوری که ایران داره 70% هم بگیم متخصص یا آدم های با تجربه باشن، 60% بگیم شما در هر بیمارستان در خارج از کشور بینید یه جراح یه دکتر متخصص داریم، در هر قسمت صنعتی که بخواید برید اینداستری برید یه متخصص ایرانی دارید، یه مهندس خوب و انجینیر ایرانی دارید. پس به نظر من اگر ایران، ژاپن، امریکا، اروپا، آسیای شرقی، آفریقا بتونن ایرانی ها با خود متخصصین ایران تو نتس قرار بگیرن، جمله هم اینه که دنیا از این نتس ایران وحشت داره و دنیای امروز در برنامه‌ریزی هست که این نتس برقرار نشه به عناوین مختلف سیاسی در رسانه ها و مجازی که هست، و اگر ایران بتونه یک جوی برای خودش ایجاد بکنه، ایرانی بتونه یک برنامه‌ریزی برای خودش ایجاد بکنه که در مجازی به عناوین مختلف، میخواد تلویزیون باشه، میخواد اینترنت باشه، میخواد اسم اصلا مهم نیست، به عناوین مختلف اون خواسته های شخصون هم یه جورایی در یک فرهنگی بذارن کنار و بتونن با هم دیگه در یک ارتباط کنتکت قرار بگیرن، دنیای امروز وحشت داره. اون بسیار قدرتمند هست، هیچ کشوری تو این حد متخصص در اقصانوات دنیا نداره و متخصصینی که در اروپا، امریکا، آسیای شرقی هستن براشون خرج شده، کسی که دکتر شده، جراح شده اینجا روش خرج کردن، روی این سرمایه گذاری کردن. این جراح اگر بتونید جذب کنید با یک جراح ایرانی که بتونن با هم دیگه یه نت قرار بگیرن، ارزشی که داره شما نمیتونید روی یک ورق بنویسید. در اصل من تنها راه نجات آینده ما، من و شما و هر کجای دنیا که هستیم، ارتباط برقرار کردن درست و مثبت بنا به مسائل، اون مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که اون پلتفرم مجازی هست با هم برخورد بکنیم. از مسائل شخصی اونم بذاریم کنار. مرسی از اینکه برنامه میذارید، وقت میذارید. این وقت شما بسیار ارزشمنده. برنامه‌ریزی کردن یه همچین ساعتی، من میدونم که ساعت و وقت میخواد و این رسپکت به شما که این برنامه دارید. مرسی از شما. خیلی سپاسگزارم آقای بوذری، متشکرم. خیلی فرمایشات متینی داشتین، متخصصانه، و من حتما از شما دعوت میکنم در سمینارهایی که بتونین این مسئله که صحبت کردین رو باز کنین برای علاقمندان. متشکرم.